قربانت شوام ای کابل من. بنام گرافون یاد میکنن، کست میخوره یه دیگه موسیقی آرام بر استراحت وقت که استراحت میکنی یه بار تو شاد و گل من. سموننیم خوار آجی سایید مرا خوش کرده بود بر آجی سایید که هر دختر برای ما بتی بسیار خوب است. از نگاه تحصیل خب بالا هستن، یگانه چیزی که دارن مردم کابل تحصیل یک دانه خانه یک دانه موتر، دیگه نه زمین دارن بچه ایم نه ملک نه جایداد در کدام جای. منتها ما یک ذره سلیقه خود دستکاری کردیم، دیگه خانه خانه قدیمی است. چون ما فامیل ما دو نفری است، دیگه فعلا دو نفر موندیم در کابل. ما واجی سایی میانی آزادگان ای با قربانی تو میان میانی. بسیار خوب، سلام اول بر شما همکارای خوب و برکس بینده هایی که ما را از پشت از چینل شما میبیند، چی در خارج کشور چی در داخل کشور. امتنای عزیز خدا اول یک سلام، باز چشت بخیری برشان میتونم انشالله که جور و سعدمند باشند. سلام و احترامات قلبی خود را خدمت شما و خدمت افغان های چی داخل و چی در داخل افغانستان باشند تقدیم میرم و از خداوند سعدمندی کامل برای همشان آرزو می نمایم. خدا کنه که روز خوش، شب خوش، وقت خوش داشته باشد. اگرچه هر چیز که آدم در خانه داشت میگن یک ضرب المثل است، چی میگن؟ میگم ما در سر چاشت خواهد از کمر خود میخورد و در ضربش باز میگن که چی یک گپ دیگه هم میزنن، چیزی که خدا هست. خدا هست دفتن 12 بجه یا 1 بجه بین بر میمانا میگیم چیزی که خدا هست خوش آمدی، روزی تا پیش از پیش خداوند رسانده. بی بی آجی آشپز خوب است، اما یک چیز خیلی زیاد خوب پخته میکنه که قابل پسند همه گیست، شوربا. شوربای به حساب ما وطنی میگیم چارکاری میگن، اما همه شوربا رو خیلی زیبا و خیلی مقبول پخته میکنه و دیگه آشپزای خودم لایق دمپخت خیلی خوبش پخته میکنه. دمپخت کچولو رو بسیار خوبش، کرمه و برانی بینیش خوب پخته میکنه، کلپلو بسیار خوبش، غذای مردم کابل، مردم اصیل کابل از اکثریت غذای دلخواهشان کلپلو هست. یه جای کلپلو هست، هر کس که صبحانه میه کلپاچه میخوره و هر کس که چاشت یا شب کلپلو هست. تو خوب آنجا رو بیره خوب تر ما بهتر تر خودم پخته میکنم، خب مگر یام میتونم، یعنی به شکلی که ما اصلا عادی شدیم کتیش. ای به اصلاح مفته یک باره که میمد بودم، مفته یک باری آشپزی خودم میتونم. اولادا کلگه میگو که امروز نوبت توست، مادر آشپزی تو باید بکنی، و بازم اون چیز دلخواه از اونا بود بازی پخته میکرد، باز ما ولی با کیفیت هم بود، با مزه هم بود. روز میخوایم آشپزی کنم، یک تخم باجان رومی پخته کنم برای میمانای خود و در ضمنش از قدیمی ها، از زندگی های اوائل زندگی خود، فامیل خود، از قدیم های مردم شارکونه خود برشان قصه کنم. ما قربانت شوام ای کابل من. خود دیگه اینمی خانه های شهر کونه است، منتها ما یک ذره سلیقه خود دستکاری کردیم، دیگه خانه خانه قدیمی است. بخارج من نگر ست سال آشپس خانه اگر که کوچک است، چون ما فامیل ما دو نفری است، دیگه فعلا دو نفر موندیم در کابل. ما واجی سایم والا مردم اصیل کابل بسیار یک مردم خوب، مردم قلب پاک داشتن، همیشه قلبایشان پاک بود، مردم بسیار عصری بودن در قدیما، بچه که بودن بسیار عصری بودن و رسم رواجای بسیار خوب داشتن. مثلا از کدامش برد بگویم، از شروع ماه عمل برد قصه میکنم. ماه عمل شهر کونه یک میله داشت به نام میله نوروز. میله نوروزی میکردن که در اون روز هفت میوه تیار میکردن، هفت میوه تیار میکردن هر کس به خانه یکی دیگه خود میرفتن، به هم سال نو تبریکی و هم هفت میوه میخوردن. در پالوی از او بچه دیگه باز بعد از او ماه ثور و جوزا که بود میله گل ارغوان بود که از این شهر کونه شروع میشد، طرف خواجه صفا و طرف شهدای صالحین اینجا بود که در اونجا در خواجه صفا همگی به میله میرفتن، فامیلا همراه فامیلای خود، بچه همراه رفیقای خود،
و باز چی بود میوش؟ کشمش پنیر. کشمش پنیر میخریدن در اوجه صرف میکردن، سایه های درخت بسیار خوب داشت. مردم ها زیاد وقت موسیقی بود، موسیقی می نواختن، هر کس به مشوق خود یک رقص و یک شادی میکردن. بعد از اون بچه دیگه زمستا، باز زمست تیرما میشد دیگه. می دو براتا خو معلوم بود که اید بود کلچه و کیک فریمان میوی خوش، یکی خانه دیگه خود دیدی میرفتن. بسیار صمیمیت و محبت از همسایه شروع میشد، از همی همسایه در چیز. بعد از یک از نماز جمعه من برامدن، هر کس کلان منطقه بود کلگیشان به خانه من کلان منطقه، مثلا که من خودم وکیل گذر بودم، همگی خانه من میامدن. پاک آجی صاحب بود، وکیل رئیس شورای محل ما بود، آجی صاحب به احترام آجی صاحب من، چون ما مردم اصیل همین منطقه هستیم، از همین کابل هستیم. رسم و رواج عروسی های بسیار خوب داشتن، شوخینا در خانه بود، هر دوستا و میمانایشان هر کدام نان خود در خانه خوب میگرفتن و به خاطر خوشی و شادی و احترام خینه تر میکردن. از پنج شش فامیل میرفتن دست بچه یا دختر خینه میکردن. تا که روز عروسیش میرسید شش شب و شب پیشی کارا رو میکردن، چون آشپزی زیادتر در درون خانه آجی صاحب میکنه. آجی صاحب از امون من خود در سن خورد ازدواج کردم، من رایش هم مگو هم استادم است هم شوهرم است. پدرم در محل منطقه از یک دوکان داشت، در بیساب همون دوکانداری باز رفت آمد فامیلی هم داشتیم، رفت آمد فامیلی داشتیم. امی که یک همشیره آجی صاحب خورخنده مادرم بود، خانه ما زیاد میرفت میامد، مادرم خیاط بود. باز به حساب کالا و یایش باز خوارخانده مادرم شده بود و باز امونمیم خوار آجی صاحب مرا خوش کرده بود بر آجی صاحب که هر دختره برای ما بتی بسیار خوب است. چون ما هم فامیل بسیار معتبر نبودیم، پدرم بسیار غریب بود، اما مردم دار دیگه به مو حساب علاقه مندی ازیا شد که باز نینی خیشی ما شد، ما با آجی صاحب ازدواج کردیم. باز سنم ما تقریبا سنف نوی مکتب بودم، ازدواج کردیم، باقی مکتب، فاکولته، همه چیز در خانه آجی صاحب خواندیم، خلاص کردیم. من زیاد، البته از اول یک لبخند خوب همیشه در لبایم بود و هر کسی که باور کن که بچه بر بچه خود که حالا خواستگارم میرفتم یک آنجای خواستگاری و همون فامیل خسرانش بر من میرفتن، میرفتن بیبی آجی بهترین چیزی که تو داری لبخند است، اینم لبخند تو ما خریده. با اونم او یک لبخند من روی بخیشی میکنن و دخترهای خود و بچه های بدادن. و من یکانه کاری که کردیم کار نه که بسیار خوبه، از امیدای اوتل آرسای مخ برشانغال خانه گرفتیم، خانه خریدم بر خود شخصی، باز فرش زرد مکمل، از امرای اوتل مثل یک میمان دار اشتراک کردیم و خانه خود رفتن، من خانه خود آمدیم و او خاطر یک صمیمیت زیاد بین ما هست دیگه. هینه تو مردم اصیل کابل بسیار مردم خوب هستن بچه، مردم بیغرز هستن، مردم جنگجو نیستن. یعنی در چار دهه که در افغانستان یا پنج دهه که در افغانستان جنگ بوده، مردم کابل هیچ سهیم نبوده. کابل هنوز ضربه اقتصادی، ضربه صحت روانی، ضربه هر چیز مردم کابل دیده. هر حاکمی که آمده، هر کسی که آمده، اون از امون مردم خود سر مردم کابل یک حاکم تر بگه. مگه مردم کابل که با پاس که عاجز میگه خیر است، هر کس باشه، پاچا باشه، آرامی باشه، عدالت باشه، اینطور موقف طلب نیستن. از نگاه تحصیل خود بالا هستن. یگانه چیزی که دارن مردم کابل تحصیل، یک دانه خانه، یک دانه موتر، دیگه نه زمین دارن بچه، نه ملک، نه جایداد در کدام جای دارن. صرف به اونمون خود اتکا کردن، بسیار مردم خوب هستن. در رسم رواجات تو یانه نمیگیره، اونمون چیزی که مصارف میکنه بچه بر خود میکنه، بچه خیل حتی شرمشان میاد، خود دختر فروشی میشه که دختر خود بفروشی مثل یک ایوان واره دیگه، که پیسه بگیری از اون خود فروخته میشه دیگه. که پیسه نمیگیرن، یک رسم رایی از نگاه شریعت هم ضرور نیست. اگر ما و شما توجه کنیم و از نگاه یزی که دختر آدم به او بچه که میده، او بچه آدم اولاد آدم میشه، از اولاد خود آدم پیسه بگیره نیست، ضرور نیست. نظر من این است بچه که دختر هم سر پدر مادر حق داره، بچه هم حق داره. اما طور که به بچه ایت مصرف میکنی باید به دخترت هم کنی. این دیگه چی ضرور است که از مردم بیگانه تقاضا کنی که تو مرا پیسه بتیم و بر تو میخرم؟ چرا خی خود از او نخره؟ او چی داره خود بچه میخره بر خود؟ ضرور چیز دیگه که من تقاضا کنم تو بر من پیسه بتیم که من دخترم پس بتم؟ نه این ضرور نیست. حتی اون مقاماری که تعیین میشه بعد از اینکه دختر در خانه بخت خود میره، باید از پیش از اینکه در خانه دامادشش پیش از این اولین کاری که کنه که مقاماری امر رکمندازه، اون رو باید به شوهر خود ببخشه. چرا که نکاحش حلال شد شوهر، اگه اون مقاماری بشوی خود نبخشه و دیگه اون خرید فروش میشه دیگه.
او خو نکاح حلال نمیشه. دو دختر ما عرسی کردیم، یکیش در امریکا است، یکیش در سوئیس است. دیگه باور کو که اتر بچه های غریبی را و فامیلای خوبه انتخاب کردیم که برزای خدا، دیگه ما دختر خدا برزای خدا دادیم. تمام عرسی را بچه های میکرده برشان. باور کو که داماتم نو ما پیش یک دختر عرسی کرده در سوئیس است، یک بچه پدر نداشت، بسیار غریب. من تا تحصیل کرده بود، دکتر دندان خوانده بود. برش بچه های ما عرسی کردن، از خارج آمدن برم شیره خود خوب عرسی کلان کردن، حتی مصارف که بچه رو خارج بردن همراه خود بچه رو بردن. دیگه عرسی ما از خانه خود رفتن، از موتل خانه خود رفتن و وقتی که رفتن هم همراه شوهرای خود کلش در خارج هستن فعلا. یک با واجی سای فعلا نمی کابل زندگی میکنیم. این یک چیز هست که گرافون، به نام گرافون یاد میکنن، کست میخوره، این دیگه موسیقی آرام بر استراحت، وقتی که استراحت میکنی یه بار بسیار موسیقی آرام مینوازه. و این یک کمری بسیار قدیمی است که سابق یک کاسای دیجیتال و چیزا نبود، نه؟ یک کمره است که باز از امرای زیکس میگرفتن یه چیزا. و یام یک صندوقه کس که چیزکای خصوصی خدا بندش میمونم. در دوره مکتب کسان شش و سه و چار بودم، اولین کار که میکردم پیسه میرفتم خود عینک میخریدم بر. این الماریان بسیار از قدیمی است که هاین از پدرکلان شوهرم است که در میخانه در تاکاوا بود، باز به ایره کشدیم، یک دستکاری پاکایی بکاری کردیم ششتیم ماندیم. و این کتاب هایی مست همیشه مطالعه میکنم در اوقات بیکاری. البته هم تو یک خانه غریبانه است دیگه، بچه خانه که گزاره شود، چون بچه ها نیستن، مسافر هستن، یک ماه واجی سایب هستیم دیگه، بر ما کفایت میکنه. ما خود در مملکت در افغانستان زندگی میکنیم، مرد سالاریسته دیگه، باز زیادتر مردا کار خانه رو نمیکنن. ماشین دوش ما مسوجا دوش هم میکنم یک آنسا، چون در خانه الله خود بیرو بر زنا محدودیت است، در خانه یک مرکز اک سپورت دارم. ما بر میمانای خود آمده کردیم، ببخشین دیگه قابلی ده. وقت پخته کرده بودم یک مش قابق شما مانده. ما وجسب چون کم هستیم دیگه و قضیات پخته نمی کنیم. ما قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل من. بخارج من اگر صد سال باشم، تا پایش بر تو دارد دل من. بسیار خوب بنده عزیز، چون میمان ما دفتنی آمد، نان ما یک ذره غیر منظم تر بود، خیر است من رو ببخشن. میمانای ما داینده نزدیک باز میبینیم در برنامه بعدی باز یکان چیز خوب شده دیگه. آی خانم برتان جور میکنه، آجی صاحب البته دیگه که وقتر خبر داشته باشم دیگه. نان آماده خوردن است، به اجازه تان فعلا خداحافظ، در آینده باز میبینیم بخیر.